امروز به یکی از ذخیره‌گاه‌های آب شرب اومدیم، به سد ماملو. حتما این جمله رو بارها شنیدین که میگن آب هست ولی کم است. الان حکایت سد ماملو هستش و این دریاچه این سد و ارتفاعی که می‌بینین چقدر اومده پایین. درست هم مهندس؟ دقیقاً. متأسفانه ما این وضعیت رو در سایر سدهای تهران هم شاهد هستیم. دلیل پایین رفتن سطح دریاچه اینه که امسال خیلی کمتر از سال‌های گذشته بارون و برف باریده. سال گذشته آب تا اون ترازی که کاملاً سفید هست مشخص شده، داغابی که الان ملاحظه می‌فرمایید، آب تا اون حد بالا بود. خیلی ارتفاع زیاده. چند متر؟ نزدیک 24 متر ما به لحاظ ارتفاعی ما کاهش ذخیره مخزن داریم. امسال با کم آبی روبرو هستیم، اتفاقی که در بیشتر سدهای بزرگ کشور میشه به طور واضح اون رو دید. سال 98 و اوایل سال 99 بود که پس از مدت‌ها در هرمزگان باران خوبی بارید. به دنبال آن سد استقلال میناب سرریز شد. اما حالا ذخیره این سد به 1/3 ظرفیت آن رسیده است. حجم آب قابل بهره برداری در سدهای استان فارس در حال حاضر 1045 میلیون متر مکعب هست، با یک کاهش 24% مواجه هستیم. این خط پارسالی اومده، یعنی پارسال یه موقع تا اونجا ما آب داشتیم، تا اون خط سفیدی که اونجاست. بله بله. خطی که روی بدن افتاده، تراز آب در سال گذشته است. از سال گذشته تا امسال حدود 75 میلیون از حجم سد کاهش پیدا کرده. حالا موضوع اینجاست که تو همین شرایط نامساعد آب، آمارها نشون میده سرانه مصرف ما ایرانی ها در هر روز 260 لیتر و سرانه مصرف هر تهرانی نزدیک به 300 لیتره، یعنی دو برابر سرانه کشورهای پربارش. با کنترل فشار، کاهش فشار در بعضی از مناطق مجبور هستیم که آب رو به تمام مناطق توزیع کنیم و قاعدتاً شهروندها در بعضی از مناطق مواجه با کمبود فشار تا الان بودن. امیدواریم که بتوانیم پروژه های استرار سریع به مدار بیاریم و به سرویس دهیمون افزایش بده. ذخیره تابستانه سدهای کشور از آب شدن برف ها تامین میشه و ما امسال برف مناسبی نداشتیم. قده دماوند مشخص هست. الان اگر تو سالهای گذشته اگر ما تو این فصل به دماوند نگاه میکردیم، یه پوشش برفی و سفیدی خیلی پررنگتری رو ما تو دماوند شاهد بودیم. تو این شرایط یکی از بخشهایی که بیشترین محدودیت رو باید تحمل کنه بخش کشاورزی، چون اولویت تامین آب با بخش شوربه و این یعنی امسال کشت تابستانه و کشت‌های دوم با مشکل کم آبی مواجه هستند. بضاعتی که امسال داریم واقعا محدود هست. همراهی و همکاری مردم به نظر من نقش پررنگ و اساسی داره که ما بتونیم این منابع آبی محدود رو مدیریت بکنیم. به هر حال ما تا پاییز آینده احتمالاً دیگه بارشی نداریم و میدونیم که حال و روز منابع آبی کشور خیلی مناسب نیست. تابستون گرم شروع شده و صرفه‌جویی تنها راهکار گذر از این روزهای گرمه. دسترسی دائمی به آب شرب پایدار نیازمند همکاری همه ما در همه بخش هاست. هر چقدر که ما به نحوه استفاده از آب، یعنی درست مصرف کردن، بیشتر دقت کنیم و مانع از هدر رفت اون بشیم، میتونیم تابستون رو با خیال راحت تر و بدون مشکل و دغدغه سپری کنیم. آسیه سلیمی، خبرگزاری صدا و سیما.